سلام به کلاس درس خوش اومدید خب ما توی ویدئوهای قبلی مفهوم ترانهاده یه ماتریس رو با هم دیگه یاد گرفتیم و امروز میخوایم ببینیم که خواص این عمل ترانهاده کردن یک ماتریس چی هستش این خاصیت ها توی قضیه پنج که اینجا من براتون آوردمش خلاصه شده قضیه پنج میگه که فرض کنیم یه ماتریس N در N A داریم و یک ماتریس N در N B هم داریم که هر دو مربعی و از مرتبه N هستن و R هم فرض کنیم که یک عدد حقیقی هستش در این صورت این چهار تا خاصیت گفته که برابر هستن اولی میگه چی میگه ترانهاده آ ای به علاوه ب برابر هستش با ترانهاده آ به علاوه ترانهاده ب خاصیت دوم میگه که ترانهاده آر ضرب در ماتریس آ برابر هستش با عدد حقیقی آ ضرب در ترانهاده ماتریس آ خاصیت سوم میگه که ترانهاده ماتریس A در B برابر هستش با ترانهاده B زب در ترانهاده آ خب اینجا یه اتفاق جالبی داره میفته اگر دقت بکنیم میبینیم که ترتیب ضرب دو ماتریس عوض شده یعنی سمت چپ داریم A در B و سمت راست داریم ترانهاده B زب در ترانهاده A نهایتا خاصیت چهارم میگه که ترانهاده یه ترانهاده یک ماتریس با خود اون ماتریس برابر هستش خب بیشتر این خاصیت ها سرراست هستش مثلا خاصیت چهارم اگر ما بخوایم خیلی شهودی بر خودمون توجیهش بکنیم این هستش که ما گفتیم ترانهاده کردن عملش میاد چیکار میکنه میاد جای سطر و ستون های ماتریس رو با هم عوض میکنه حالا اگر ما یه دور ماتریس رو ترانهاده کنیم یه بار جای سطر و ستون رو با هم عوض کردیم اگر مجددا ترانهاده بکنیم باز دوباره جای سطر و ستون رو عوض کنیم یعنی ستون ها برگشتن به جای اولیه خودشون سطر هم همینطور پس دو بار عمل نهاده کردن همون ماتریس اولیه رو به ما میده خب فقط به نظرم خاصیت سوم هستش که یه خورده شاید اثباتش پیچیده تر از بقیه باشه و بیاید سعی بکنیم که با همدیگه اثبات بکنیم این خاصیت خب قبل از اینکه اثباتمون رو شروع بکنیم من میام یه سری اسمگذاری انجام میدم مثلا فرض بکنیم که ماتریس آزب در به ماتریس آب اسم درایاش رو بذاریم C، پس درایاش فرض کنیم سی آیا جی هستش و مرتبه ماتریس چی هستش؟ چون آ ان در N و به هم مرتبش n ان در n پس حاصل ضربشون هم مرتبش ان در ان خواهد درسته خب ترانهاده ماتریس آبه یعنی ب ترانهاده بیاد اسم درایه های اون رو بذاریم دی پس فرض کنیم درایه دی دیه آی و جی هستن و مجددا چون آبه مرتبش اندر نه آبه ترانهاده هم مرتبش ان در ان خواهد خب دیگه چی داریم آ ترانهاده داریم آ ترانهاده رو هم بیایم پس دقت بکنید من هر ماتریسی که تو این عبارت اومده دارم درایه هاش رو اسکوزری گذاری میکنم آ ترانهاده فرض بکنیم که درایه هاش اسمشون ای هستش میذاریم ای آی و جی و خب چون آ آن در ان آ نهاده هم ان در ان خواهد بود بی ترانهاده رو بیاید بذاریم اسم درایه هاش رو چی خوبه تا ای که اومدیم بعدیش میشه اف بذاریم اف آی جی اسمش رو و خب چون بی ان در ان بی نهاده هم ان در ان خواهد بود و نهایتا چی داریم؟ داریم بی نهاده در آ نهاده درسته اسم درایه های این رو هم بیایید بذاریم جی آی و جی و خب چون آترانهاده و نهاده ان در ان بی تر هم ان در ان پس بی تر در آترانهاده نهاده هم ان در n خواهد بود خب ما اومدیم پس همه ماتریس هایی که توی عبارتی که میخوایم ثابتش بکنیم اومدن و درایه هاش رو نامگذاری کردیم خب گفتیم که برای اینکه نشون بدیم یه تصاوی ماتریسی برقراره سمت چپ رو در نظر میگیریم فکر فرض میکنیم یه ماتریس هستش سمت راست هم کلش رو فرض میکنیم یه ماتریس هستش پس برای اینکه اون دوتا ماتریس با هم دیگه برابر باشن دو تا شرط باید برقرار باشه اول اینکه چی باشن هم مرتبه باشن درسته خب که الان ما میبینیم سمت چپمون سمت چپ تصاویمون مرتبهش چی هستش؟ N در N هستش چون داریم آبه تر نهاده سمت راست هم مرتبهش N در N ان هستش بیتر نهاده در آتر نهاده پس شرط هم مرتبه بودن برقراره شرط دوم چیه؟ شرط دوم اینه که درایه های متنازرشون درایه های متنازر با هم مساوی باشن درسته؟ خب این اون چیزی هستش که الان میخوایم با هم دیگه نشون بدیم خب بیاید در... از سمت چپ تصاویمون شروع بکنیم یک درایه از ماتریس آب به ترانه هادر رو در نظر بگیریم درایه ی آیو جیومش پس دی آیو جی رو در نظر میگیریم خب طبق تعریف درایه آی و جیوم ترانهاده یک ماتریس با درایه جی و آیوم خود اون ماتریس برابره پس دی آی و جی برابر با سی جی و آی هستش درسته؟ چون دقت بکنید ما اسم آبه و اسم درایه هاشو گذاشتیم سی و آبه ترانهاده رو گذاشتیم دی پس دی آی و جی با سی جی و آی طبق تعریف برابر هستش که سی جی و آی خودش مجددا طبق تعریف برابر هست با چی؟ برابر هست با حاصل جمع کا از یک تا N چی؟ چون حاصل سی حاصل ضرب او به هستش آی جی و کا در بی آی اوز میخوام کا و آی درسته آی J و کا در بی کا و آی خب حالا بیان داخل این حاصل جمعمون رو نگاه بکنیم داریم حاصل جمع سیگما کا از یک تا N خب آی جی و کا درایه J و کاوم آ هستش که طبق تعریف با درایه K و جوم ترانهاده آ برابره درسته پس آ ج و کا برابر با E K و ج هستش درسته اینو به جاش گذاشتیم ای کا به جای بی کا آی چی میتونیم بذاریم بی کا آی درایه کا و آیوم ماتریس ب هستش که برابر با طبق تعریف درایه کا و آیوم ترانهاده بی هستش یعنی بی کا آی برابر با اف آی و کا هستش درسته خیلی هم خوب خب ادامه بدیم خوب داریم به نظر میاد پیش میریم داریم سیگما کا از یک تا ان حالا بیایید ترتیب این دوتا رو فقط جابجا جا بکنیم F رو اول بنویسیم و ای رو دوم فرقی که نمیکنه دو تا عدد تو هم دارم ضرب میشن میتونیم ترتیبشون رو برعکس بکنیم یعنی میتونیم بنویسیم سیگما کا از یک تا N اف آی در ای کا خب اینجا نما بکنید چه اتفاقی داره میفته داریم جمع میبندیم روی حاصل ضرب اف آی در ای کا یعنی انگار داره سطر آیوم ماتریس بی ترانهاده ضرب داخلی میشه توی ستون جیوم ماتریس آ پس این طبق تعریف برابر با چی هستش؟ برابر با درایه آی و جیوم بی در آ ترانهاده هستش درسته؟ یعنی برابر با طبق تعریف جی آی و جی هستش درسته؟ پس ما در حقیقت اینجا نشون دادیم که دی آیو جی برابر با جی آیو و برای هر برای هر آیو جی دلخواه درسته پس نشون دادیم که درایه های متناظر هم مساوی هستند با هم پس آب ترانهاده برابر با بی ترانهاده در آتر استش. هستش خب خیلی هم خوب همونطور که گفتم اثبات بقیه این خاصیت ها خیلی سرراست هستش و خودتون میتونید به عنوان تمرین برای خودتون انجامشون بدید خب قبل از اینکه بحث ترانهاده ماتریس رو ببندیم با هم دیگه من یک خاصیت جالب دیگه در مورد ترانهاده یک ماتریس رو میخوام براتون بگم خب بیاید فرض بکنیم که فرض کنیم آ ماتریسه مربعی از مرتبه n باشه مربعی از مرتبه n باشه خب حالا اگر یه همچین ماتریسی داشته باشیم ما میتونیم یک ماتریسی تشکیل بدیم به این شکل یک دوم در A به علاوه ترانهاده A علاوه ترانهاده خب حالا میخوایم با هم دیگه ببینیم که این چه جور ماتریسی هستش خاصیت خاصی داره یا نه بیایید ترانهاده این ماتریس رو حساب بکن. خب دقت بکنید که چون A ماتریس N ان در N A ترا ماتریس N در N خواهد بود و جمع دو تا ماتریس N در N یک ماتریس مربعی مرتبه N خواهد بود یعنی این ماتریسی که ما جمع یک دوم A بلوه A خودش مربعی از مرتبه N خب از خواص بالا استفاده می و به دست میاریم که یک دوم ترا یک دوم A بلوه A برابر خواهد بود با یک دوم A بلوه A ترا نهاده کلا و مجددا از خاصیت یک میتونیم استفاده بکنیم و اینو بنویسیم یک دوم آ ترانهاده به علاوه جمله دوم میشه آ ترانهاده ترانهاده که اگر از خاصیت چهار استفاده بکنیم برابر با خود آ خواهد خب حالا میتونیم ترتیب این جمع رو هم عوض بکنیم برابر میشه با یک دوم در چی آیه به علاوه آترا آفرین خب میبینید که ما اینجا این ماتریس رو اومدیم ترانهاده کردیم و دیدیم که با خودش برابر شد پس طبق تعریف این چه جور ماتریسی هستش این یک ماتریس متقارنه خب تا اینجا من چیزی که بهتون نشون دادم این بود که اگر یه ماتریس مربعی از ارتب N داشته باشیم میتونیم از روش یک ماتریس متقارن به این شکل بسازیم اون ماتریس رو با ترانهاده خودش جمع کنیم و توی یک دوم ضرب کنیم حالا بیاید این یکی ماتریس رو در نظر بگیریم. یک دوم در آمن های آتر ترانهاده خب و بیاید ببینیم این چه خاصیتی داره اینو بیاید ترانهاده بکنیم چی به دست میاریم مجددا به دست میاریم یک دوم در آمن های آتر منهای های ترانهاده کلا ترانهاده که مساوی می شود با چی یک دوم در آتر ترانهاده منهای من آ خب آ منهای آ رو میتونیم بنویسیم چی میتونیم بنویسیم منفی آ منهای آ درسته یعنی میتونیم یه منفی ضرب بکنیم توی اینجا یه منفی یک اینجا ضرب بکنیم یه منفی هم داخل پرانتز این میشه منفی این هم میشه مثبت درسته خب اگر این کار رو بکنیم چی به دست میاریم این میشه منفی یک دوم در آ منهای آ درسته یعنی این ماتریس رو اومدیم ترانهاده کردیم و شد منفی خودش پس این یک ماتریس پاد متقارنه طبق تعریف درسته چون ترانهادش با منفی خودش برابره خب اگر پس ما یه ماتریس مربعی داشته باشیم میتونیم از روش یه ماتریس متقارن بسازیم یه ماتریس پاد متقارن خب این دوتا جالبه اما چیز جالب ترینه اینه که بیاد این دوتا ماتریس متقارن و پاد متقارن رو با همدیگه جمع بکنیم ببینیم چی به دست میاد یعنی یک دومه آی به علاوه آ ترانهاده رو بیایم جمع بکنیم با یک دوم آ منهای آ نهاده به دست میاریم چی به دست میاریم یک دوم آ به علاوه یک دوم آ ترانهاده به علاوه یک دوم آ منهای یک دوم آ درسته خب منفی یک دوم آ نهاده با من با مثبت یک دوم آ نهاده ساده میشه و یک دوم آ یک دوم آ مساوی با خود آ خواهد بود درسته پس ما نشون دادیم که چی هر ماتریس مربعی رو از هر مرتبه که باشه میتونیم به صورت جمع یک ماتریس متقارن و یک ماتریس پاد متقارن بنویسیمش و همچنین نشون دادیم که اون ماتریس متقارن و پاد متقارن رو چجوری میشه به دست آورد یکیش ماتریس متقارنه هست یک دوم آ به علاوه آ و ماتریس پاد متقارن هست یک دوم آ من های آ ترانهاده. خب این هم کل بحث ما راجع به ترا یک ماتریس توی کلاس درس بعدی میبینمتون